تغوی بازیکن سابق استقلال و تیم ملی فوتبال ایران از برمنگام با ماست. آقای تغوی، شما هم با آقای مظلومی کار کرده بودید، در مورد کار کردن با ایشون بیشتر برای ما بگید. ببینید حسین آقا، واقعا اول از همه با تسلیت بگیرم اینو به جامعه فوتبال ایران، به خانواده آقای مظلومی، خصوصا به پسر بزرگشون امید و پرویز خان. من فکر می‌کنم حسین آقا مظلومانه رفت، شرایط خوبی نداشت این اواخر، و با توجه به اینکه من فکر می‌کنم که انقدر به گردن فوتبال ایران حق داشت که باید خیلی بیشتر از این از وجودشون استفاده می‌شد، اما متاسفانه مثل بقیه موارد ما قدر این باز این آدمای بزرگو نمی‌دونیم و واقعا متاسفم از این خبری که امروز شنیدم. در مورد کار مدتی که با ایشون کار کردین بیشتر به ما بگید. ببینید آقای مظلومی، صرف نظر از اینکه من معتقدم که از استثنای فوتبال ما هستم، من تو یک مقطعی که ایشون به عنوان سرمربی تیم امید بودن و ما با تیم ملی بزرگسال و امید با هم در واقع توی اردو مشترک بودیم، من اونجا فهمیدم ایشون چه جایگاهی در فوتبال داره. با وجود اینکه ایشون زانوی خیلی خوبی نداشتن و حتی به سختی راه می‌رفتن، وقتی داشتن تیمو کوچ می‌کردن، وقتی بازیکن‌ها کنار ساند می‌کردن و فوروارد توپو خوب همش به اوت می‌زدن، همش دلیلشون این بود که اینو خوب ساند نمی‌کنن. من یادم نمیره ایشون با همون زانویی که حتی نمی‌تونست بپره اومد توی 18 قدم واسه گفت حالا توپو رو بفرستین. من دقیقاً یادم میاد، حالا خیلی بچه‌ها هم داره، منم ممکنه یادشون بیاد که مطمئناً یادشون میاد، هر توپی که برایشون ساند میکرد ایشون با ضربه سر برای دروازه میکرد و بیدلیل نبود که بهشون سرطلای فوتبال ایران میگفتن. دقیقا میگفتن که آقای مظلومی یکی از نوادر فوتبال ایرانه. چرا چنین لقبی به او دادن؟ ببین من این خاطره رو از زبون خودشون میگم، چون مقطعی که نشسته بودیم داشتن از خاطرات خودشون میگفتن. اون موقع من متوجه شدم که بی دلیل ایشون به این جایگاه نرسیده. ایشون خودشون تعریف میکنن، میگفتن رفته بودن برای بازی آسیایی خارج کشور، توی یکی از این کشورهای جنوب شرق آسیا، یا دقیقاً یادم نمیاد، وقتی قبل از اینکه داور سوت شروع بازی رو بزنه رو میکنه به هم بازیش، میگه من همین یکی دو دقیقه اول گل میزنم، و دوستا بهش میگن که با مگه علم غیب داریم؟ حالا ببینین همون یه دقیقه یکی دو دقیقه اول بازی ایشون موفق میشه دروازه تیم مقابل رو باز کنه. بعد میان ازش میپرسن تو از کجا فهمیدی میتونی گل بزنی؟ گفت قبل از اینکه بازی شروع بشه من متوجه شدم که دفاع آخر اینا میومد دروازه‌بان. اون قدیما اینجوری بود که دفاع آخرا دروازه‌بان رو گم میکردن و پاس به عقب، پاس به دروازه‌بان دادن مجاز بود، دروازه‌بان میتونست توپ بگیره. میگم من داشتم دقت میکردم، میدیدم این دفاع آخره وقتی توپ به دروازه‌بان میده این چمن بلنده، سرعت توپ گرفته میشه و بعضی مواقع توپ گیر میکنه، و من متأسف این زمان بودم که دفاع آخر توپ به دروازه‌بان و من بگیرم گل بزنم. ببینید این برمیگره به هوش ذاتی آدم، این ربطی به اون در واقع میتونیم بگیم آموزش آکادمیک نداره. این یکی از دلایلی که من اعتقاد دارم آقای مظلومی از نوادر فوتبال ما بودن. گفتید که با او اونقدر که در شأنش بود در واقع رفتار نشد، چه کارهایی کردن واقعا برای او باشگاه استقلال؟ یکی از دلایلی که من معتقدم که آقای مظلومی جایگاهی که باید به حقشون نرسید به این دلیل، آقای مظلومی که انسان بسیار در واقع میتونم بگم خوش قلبی بودن، هیچ وقت دوست نداشتن کسی رو از خودشون برنجونن، و یکی از دلایلم که نتونستن تو امر مربیگری موفق بشن به همین دلیل بود. در صورتی که علاوه دانش مربیگری، من توی مقطعی همین اواخر که باشون قبل از اینکه در واقع بیام به انگلیس باشون کار میکردم متوجه شدم که چه دانش فوتبالی دارن. من معتقدم آدمایی مثل آقای زنده‌یاد مظلومی، آدمایی مثل آقای حبیبی که هنوز هستن، زنده هستن، آقای همایون شارخی، آقای کلانی، آقای زلی، اینا آدمایی هستن که میتونن الگو باشن برای فوتبال. و من 3 سال پیش دقیقاً همین مورد در مورد آقای زنده‌یاد آقای حجازی زدم که این ناهنجاریایی که در فوتبال ما وجود داره به این دلیلی که آدمایی مثل آقای مظلومی، زنده‌یاد مظلومی، مثل آقای کلانی تو فوتبال ما نیستن. متاسفانه الان ما میبینیم در باشگاه‌ها یا در تیم‌های در واقع پایه‌ای تیم ملی یا تیم‌های بزرگسال ما میبینیم آدمای سرپرست هستن که همین الان اگه ازشون